کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. زیباترین داستان‌های کوتاه یک دقیقه‌ای به شرط احساس رضایت و لذت از محسن تنکار. دیگران را می بخشم که خود بخشیده شوم. صفحه 112. به عنوان کسی که در بنگاه معاملات ملکی در یک کشور بیگانه کار می کند، با افراد مختلفی سر و کار داشتم. یک روز آگهی فروش ملکی را در روزنامه چاپ کردم. شخصی که به آگهی جواب داد، متوجه لهجه من شد و ملیتم را پرسید. وقتی به او گفتم ایرانی هستم، با زبان فارسی درباره زمین شروع به صحبت کرد. او گفت که اخیراً از هاوایی به لاس وگاس آمده و مقدار زیادی پول نقد دارد و می‌خواهد در این منطقه سرمایه گذاری کند. ما نهار را با هم خوردیم. موقع صرف نهار او غذای مفصلی سفارش داد. بعد از آن ما ملک‌ها را بررسی کردیم تا موقع شام. او دوباره گفت گرسنه است. ترتیب شام را دادم. به عنوان نماینده‌ای که معاملات بزرگی انجام می‌دهد، دعوت کردن مشتری برای صرف غذا کاری عادی بود. بنابراین من از رفتار او ناراحت نشدم. در مدتی که با هم گفتگو می‌کردیم، به من گفت که به 12 زبان زنده دنیا صحبت می‌کند و در 3 رشته تخصص دارد. او فردی بسیار خوش‌بیان و با معلومات بود و از اینکه با او و در خدمت او بودم افتخار می کردم. در طول هفته وضع به همین منوال گذشت. هر روز صبح برای صرف صبحانه به دنبال او می رفتم. با هم به سراغ ملک ها می رفتیم تا اینکه وقت نهار می شد و بعد از نهار باز به دنبال زمین های بیشتری می رفتیم تا وقت شام. در هیچ زمانی او حتی تعارف نمی کرد که پول غذا را بپردازد. در واقع اشاره هم کرد که حتی کمیسیونی که او می‌پردازد خیلی خیلی بیشتر از پول غذاهایی که صرف کرده است. بالاخره یک معامله خوب به واقعیت تبدیل شد و برای من یک چک 10,000 دلاری کشید. در راه برگشت به شرکت بودم که به تلفن همراه هم زنگ زد و گفت چک را باطل کرده و نمی‌خواهد که معامله انجام دهد. همینطور خشکم زده بود که تلفن دوباره زنگ زد. این بار دوستم بود. وقتی جریان را برایش تعریف کردم، شروع کرد به خندیدن و گفت که آن مرد یک هنرپیشه به تمام معنا است. در این ماجرا به دنبال درسی آموزنده بودم، اما چیزی برایم مفهوم نبود. آن شب از عصبانیت نمی توانستم بخوابم و از این واقعیت که فریب خورده بودم، آن هم نه برای یک روز بلکه برای یک هفته، خیلی ناراحت بودم.
بعد از یک شب ناآرام به مراقبه پرداختم و به یکی از استادانم گفتم خیلی کنکاش کردم اما از چیزی سر در نیاوردم. هیچ درسی برای من در این جریان وجود نداشت. پیشنهاد کرد که یک بار دیگر مسائل را با هم مرور کنیم. از من پرسید که چه چیزی بیش از همه در این قضیه مرا میرنجاند. به او گفتم که آن مرد به من دروغ گفت که به 12 زبان صحبت میکند. استادم به من یادآوری کرد که اولین روزی هم که خودم وارد خاک آمریکا شده بودم گفته بودم به 6 زبان صحبت میکنم تا دیگران را تحت تأثیر قرار دهم. استادم پرسید آیا این حقیقت داشت؟ گفتم نه، من فقط میتوانستم فارسی و دست و پا شکسته انگلیسی صحبت کنم. استادم گفت میبینی او تعداد زبانهایی را که صحبت میکند 2 برابر تو اعلام کرد. بنابراین میتوانستی متوجه اشتباه خودت شوی و خود را از گناهی که کرده بودی و سالها با خود حمل میکردی رهایی بخشی. با بخشیدن او در حقیقت تو خود را میبخشی. بعد به یاد اولین سفرم به ایران افتادم. زمانی که به فامیل و دوستانم گفته بودم که مهندس شده ام، در حالی که حقیقت نداشت و من تازه در سال اول دانشگاه مشغول به تحصیل شده بودم. استادم گفت او تعداد مدارک خود را 3 برابر تو کرده است، بنابراین تو می توانستی متوجه اشتباه خودت شوی و خود را از آن گناه رهایی بخشی. خواست تا برای آخرین بار دوستت دارم را از زبان او بشنود. صفحه 114. مرد و زن جوانی سوار بر موتور در دل شب می راندند. آنها عاشقانه یکدیگر را دوست داشتند. زن جوان: یواشتر برو، من می ترسم. مرد جوان: نه، اینجوری خیلی بهتره. زن جوان: خواهش می کنم، من خیلی می ترسم. مرد جوان: خب، اما اول باید بگویی که دوستم داری. زن گفت: دوستت دارم، حالا میشه یواشتر برونی؟ مرد جوان: مرا محکم بگیر. زن جوان: خب، حالا میشه یواشتر بری؟ مرد جوان: باشه، به شرط اینکه کلاه کاسکت مرا برداری و روی سر خودت بگذاری. آخه نمیتونم راحت برونم، اذیتم میکنه. روز بعد واقعه‌ای در روزنامه ثبت شده بود. برخورد موتورسیکلت با ساختمان حادثه آفرید. در این سانحه که به دلیل بریدن ترمز موتورسیکلت رخ داد، یکی از 2 سرنشین زنده ماند و دیگری درگذشت. مرد جوان از خالی شدن ترمز آگاهی یافته بود، پس بدون اینکه زن جوان را مطلع کند با ترفندی کلاه کاسکت خود را بر سر او گذاشت و خواست تا برای آخرین بار دوستت دارم را از زبان او بشنود و خودش رفت تا او زنده بماند. دمی می آید و باز دمی می رود، اما زندگی چیزی غیر از این است و ارزش آن در لحظاتی تجلی می یابد که نفس آدمی را می برد. تنها نگاه کردن مهم نیست، باید آن نگاه همراه با تفکر باشد. وقتی استاد برگه امتحان را روی میزم گذاشت، نگاهی کلی به سوالات انداختم. سوالات به نظر سخت نمی آمد. من سال آخر رشته پرستاری بودم. امتحان شروع شد و من با التهابی خاص جواب سوالات را می نوشتم. سوال اول و دوم را به راحتی پاسخ دادم. سوال سوم را هم با کمی فکر کردن نوشتم. اما سوال آخر آنقدر عجیب بود که یک لحظه فکر کردم خواب می‌بینم. چند بار آن را خواندم ولی باز هم متوجه نشدم. دیگران هم که به همان سوال رسیده بودند، نگاهی پرسش آمیز به من انداختند، اما من چیزی برای گفتن نداشتم. سوال این بود: نام خدمتکار و باغبان دانشگاه چیست؟ من که کاملاً گیج شده بودم،
از استاد پرسیدم به این سوال هم باید پاسخ دهیم؟ او گفت بله، اتفاقاً بیشترین نمره را دارد. زمان امتحان به پایان رسید و من و بچه ها برگه ها را تحویل دادیم. استاد وقتی با اعتراض دست جمعی ما مواجه شد، گفت شما فکر می کنید همه چیز را در جزوه ها می نویسند؟ آیا تا به حال به این فکر کرده اید که یک پرستار باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ شما چند سال است که در این دانشگاه درس می خوانید و اینجا یک خدمتکار و باغبان دارد. اما آیا تا به حال با آنها حرف زده اید؟ تا کنون یک سیب به آنها تعارف کرده اید؟ از آنها نامی برده اید؟ برای شما باید تمام افراد یکسان باشند. باید به اطرافتان به دقت نگاه کنید. تنها نگاه کردن مهم نیست. باید آن نگاه همراه با تفکر باشد. آن روز درس تازه یاد گرفته بودم. متوجه شدم من به عنوان یک پرستار نباید فقط در بیمارستان حواسم جمع باشد. نجات یک حشره را دست کم نگیرید. خودش تمرینی است برای نجات یک انسان. صفحه 117. همانطور که روی الوارهای بغل کشتی قدم می زدم، حشره‌ای را که در حال غرق شدن بود می پاییدم. توی یک فرو رفتگی کم عمق، در حالی که پایش به هیچ جا بند نبود، در آب غوطه می خورد. به زیر آب فرو می رفت و دوباره به طرف بالا شنا می کرد. چرا این حشره کوچولو این چنین تقلا می کند؟ زندگی کوتاهش که از هر طرف تهدید می شود، زندگی که ممکن است هر لحظه از دست برود، چقدر برایش عزیز است؟ در مورد انسان‌ها چی؟ فکری به ذهنم خطور کرد. نجات حشره کوچولو. باید به طرف پایین الوارها بروم تا قوزک پا خیس بشوم. آیا نجات حشره ارزش این کار را داشت؟ و صدایی شنیدم. مرد جوان، اگر این فداکاری کوچک را برای نجات این حشره نکنی، چطور از خود توقع داری وقتی بزرگتر شدی با یک فداکاری عظیم‌تر زندگی انسانی را نجات بدهی؟ با چه لذتی نگاهش می‌کردم وقتی که تکان می‌خورد و بالهایش را در کف دستم صاف و راست می‌کرد. دیگر هیچ وقت ندیدمش. او به دوردست‌ها پریده بود. خوشبخت باشی. یکم بیشتر تلاش کن، یکم بهتر دقت کن. صفحه 118. ماجرای معدن طلا را حتما شنیده اید. دو برادر همه دارایی خود را در معدنی سرمایه گذاری می کنند و به رگه هایی از طلا دست می یابند. اما پس از مدتی جستجو چیز زیادی نمی یابند. چند متری هم جلو می روند اما کاملا ناامید می شوند. غمگین و پشیمان معدن خود را به جوانی به ظاهر ساده لوح می فروشند. اما دو کلمه جادویی جوان قصه ما را از آنها متمایز می کند و کمی آن طرفتر ثروتی نامحدود زندگی جوان قصه ما را دگرگون می سازد و دو کلمه جادویی عبارتند از یکم بیشتر تلاش کن، دو یکم بهتر دقت کن. در گورستان هیچ کس مشکلی ندارد. صفحه 118. همکاری گفت روزی در خیابان قدم می زدم که یکی از دوستانم را دیدم. حالت و رفتار او نشان می داد که اصلا خوشحال و سرحال نیست. در واقع بهتر است بگویم او درست مانند یک کشتی بگل نشسته به نظر می رسید. کاملا افسرده بود. با دیدنش حس طبیعی انسان دوستی در من برانگیخته شد و پرسیدم حالت چطور است؟ این یک احوالپرسی کاملا معمولی بود و نمی دانستم با این پرسش مرتکب چه اشتباه بزرگی شدم. زیرا او درست 15 دقیقه تمام وقت مرا گرفت و برایم دقیقا شرح داد که چقدر افسرده است. هرچه او بیشتر می گفت من احساس بدتری پیدا می کردم. از او پرسیدم بگو ببینم چه چیزی اینقدر آشفتت کرده است؟ چرا خودت را می خوری؟ برای چه این حد نگران و افسرده ای؟
با شنیدن این سوال واقعا منفجر شد. با ناراحتی پاسخ داد: وای از این مشکلات، مشکلات زندگی بدبختم کرده اند. با این سختی ها دیگر از زندگی بیزار شده ام. تنها آرزویم این است که از شر این مشکلات پایان ناپذیر خلاص شوم. و آنچنان با حرارت مشغول صحبت درباره مشکلاتش شد که دیگر فراموش کرد با چه کسی صحبت می کند. شروع به بدگویی از دنیا و مشکلاتش کرد و در سخنانش حتی به اعتقادات دینی هم رحم نمی کرد. از باز گفتن حرفهایش شرم دارم. من به او گفتم: بسیار خوب، من چاره مشکلت را می دانم و با اینکه فکر نمی کنم از آن خوشت بیاید، اما راه حلم را به تو می گویم. راستش چند روز پیش به خاطر انجام کاری به جایی رفته بودم. مسئول آنجا می گفت در آن مکان صدها هزار نفر هستند که حتی یک نفرشان هم دچار گرفتاری و مشکل نیست، حتی یک مشکل کوچک. از چهره او می خواندم که کاملا محو سخنانم شده است. با تمام شدن حرفهایم ناگهان چشمانش از شوق برق زد و فریاد کشید: اوه پسر، این همان جایی است که من به دنبالش می گردم. لطفا زودتر نشانی آنجا را به من بده. پاسخ دادم: بسیار خوب، آنجا گورستان است. واقعیت را گفته بودم. در گورستان هیچ کس مشکلی ندارد. برای کسانی که در آنجا خوابیده اند، هیجان‌های روزمره زندگی مفهومی ندارد. آنها برای همیشه به آسایش رسیدند. دیگر مانند من و شما نگران چیزهایی که در روزنامه ها می نویسند یا در رادیو و تلویزیون می گویند نیستند. هیچ کدام از آنها هیچ مشکلی ندارد، حتی یک مشکل کوچک، زیرا آنها مرده اند. به اندازه کافی تلاش کنید. صفحه 120. انسان ها اگر به اندازه کافی تلاش کنند، می توانند به نوعی توافق با هم دست بیاوند. باور نمی کنید؟ به عنوان نمونه به مکالمه بین این دو که بعد از مدت ها هم دیگر را ملاقات می کنند دقت کنید. سلام دوست من، حالت چطوره؟ این مدت کجا بودی؟ خوبم، در بیمارستان بستری بودم. چه بد؟ نه بد نبود، باعث شد که با پرستار خوب بیمارستان ازدواج کنم. چه خوب؟ نه اتفاق خوبی هم نبود، پرستار 7 بچه داشت. چه بد؟ نه اتفاق بدی هم نبود، او یک خانه بزرگ داشت. چه خوب؟ نه خوب هم نبود، خانه در آتش سوزی سوخت. چه بد؟ نه اتفاق بدی هم نبود، بیمه تمام خسارت را پرداخت کرد. چه خوب؟ بله اتفاق خوبی بود. هدیه الهی. صفحه 121. خانمی مقداری پول برداشت تا پسرش را به سینما ببرد. پسرک هیجان زده بود و مدام از مادرش می‌پرسید چقدر طول می‌کشد تا به سینما برسند. زن پشت چراغ قرمز توقف کرد. گدایی را دید که در پیاده رو نشسته بود. آبایی به او گفت تمام پولت را به او بده. زن با آبا بحث کرد، به پسرش قول داده بود او را به سینما ببرد. آبا پافشاری کرد همه پولهایت را بده. زن گفت می توانم نصف پولم را بدهم و بیرون منتظر بمانم تا پسرم تنها به سینما برود. اما آوا حاضر به بحث نبود. همه پولت را بده. زن فرصت نداشت همه چیز را برای پسرش توضیح بدهد. اتومبیل را متوقف کرد و تمام پولش را به گدا داد. گدا گفت خدا وجود دارد و شما این را به من ثابت کردید. امروز روز تولد فرزندم است. غمگین بودم و شرمنده از گدایی، بنابراین تصمیم گرفتم گدایی نکنم. با خود گفتم اگر خدا وجود دارد هدیه‌ای به من می‌دهد. اگر نسبت به توانایی خود تردید نداشته باشیم، می‌توانیم مأموریتی را که در سرنوشت ماست انجام دهیم. صفحه 122. یک بار از میکل آنج پیکرتراش پرسیدند
چطور میتواند چنین آثار زیبایی خلق کند؟ پاسخ داد: خیلی ساده. وقتی به یک قطعه سنگ مرمر نگاه میکنم، تندیس را درونش میبینم. تنها کار من این است که آنچه را که به این تندیس تعلق ندارد از آن دور کنم. استاد میگوید: برای هر یک از ما اثر هنری وجود دارد که آفریدن آن در سرنوشت ماست. این اصل زندگی ماست و هرچه هم سعی کنیم خود را فریب دهیم، میدانیم برای خوشبختی ما چقدر مهم است. معمولاً این اثر هنری پوشیده از سالها ترس، احساس گناه و بی‌تصمیمی است. اما اگر تصمیم بگیریم چیزهایی را که به آن تعلق ندارند از آن دور کنیم، اگر نسبت به توانایی خود تردید نداشته باشیم، می توانیم مأموریتی را که در سرنوشت ماست انجام دهیم. این یگانه راه زندگی با افتخار است. حل بعضی مشکلات به سادگی حل این مشکل است. صفحه 123. یکی از قصه های مورد علاقه هم که عقل را اثبات می کند درباره یک کامیون غول‌پیکر است که زیر یک گذرگاه گیر کرده بود. ارتفاع کامیون برای زیرگذر خیلی زیاد بود. پلیس بهترین، زیرکترین و گرانترین مهندسین شهر را فرا خواند تا فکری به حال این مشکل کنند. آنها با خود کامپیوترها، تخت شاسیها و خطکش‌های محاسباتی آوردند. راجع به این مطالب با هم صحبت کردند. ساعتها به مغزشان فشار آوردند. دست آخر نتوانستند دریابند که چگونه بدون تخریب آزادراه آن کامیون را تکان دهند. خیلی پیچیده به نظر می رسید. بعد پسر بچه حدود 7 سال به سوی مردان آمد و پاچه شلوار یکی از آنها را کشید. پسر کوچک با لحنی محترمانه گفت: ببخشید آقا، شما چرا باد چرخ‌ها را خالی نمی کنید؟ با سخنی که از دهان آن بچه خارج شد، مشکل حل گردید. حال دست بریده را دست بریده می داند. صفحه 124. پادشاهی دستور داد دست کسی را قطع کنند. با اینکه دست بریده شده خیلی درد داشت و شخص دست بریده از درد به خود می پیچید، حرفی نمی زد و ناله و شکایتی نداشت. همه از این رفتار شخص دست بریده تعجب کرده بودند. روزی مرد دست بریده در راه به کسی رسید که دست او را هم پادشاه بریده بود. مرد به محض دیدن او فریادش بلند شد و گریه و زاری کرد و به سر و صورتش کوبید. از او پرسیدند که چرا با گذشتن چند روز از بریده شدن دستت تازه یادت افتاده ناله و زاری کنی؟ و تا قبل از دیدن این مرد صدایت در نمی آمد. گفت: شما دستتان بریده نشده، حال و روز مرا نمی فهمید و من هر چه زاری می کردم فایده ای نداشت و هیچ کدام نمی توانستید با من همدردی کنید. اما حالا که با این مرد دست بریده رسیدم، همدرد پیدا کردم و به راحتی می توانم فریاد بزنم. این ضرب المثل در مواقعی به کار می رود که کسی مصیبتی دیده می تواند افرادی را که دچار مصیبت و گرفتاری شده اند درک کرده و با آنها همدردی کند. هرگز قطع امید نکنید. تا شقایق هست زندگی باید کرد. صفحه 125. شخصی دچار یک بیماری لاعلاج بوده که همه طبیبان از درمان او عاجز شده بودند، طوری که دوست و آشنا از سلامتی او قطع امید کرده بودند و او را در روستایی دور افتاده به حال خود رها کردند و به بهانه‌های مختلف از او دور شده بودند. اما در همان روستای دور افتاده که قرار بود مکان دفن این بیمار شود، گیاهی دارویی در لب باغچه ای سبز می شود که جوشانده آن در کمتر از چند هفته بیماری را به کلی ریشه‌کن کرده و او را نجات می دهد. بازی خودشناسی. صفحه 125. یک شرکت بزرگ برای استخدام یک نفر تصمیم گرفت یک تست شخصیت از متقاضیان به عمل آورد.
بدین شهر. شما در یک شب طوفانی در حال رانندگی هستید. از جلوی یک ایستگاه اتوبوس می‌گذرید. سه نفر داخل ایستگاه منتظر اتوبوس هستند. یک پیرزن که در حال مرگ است. یک پزشک که قبلاً جان شما را نجات داده است. یک خانم یا آقا که در رویاهایتان خیال ازدواج با او را دارید. شما می توانید تنها یکی از این سه نفر را سوار کنید. کدام را انتخاب خواهید کرد؟ دلیل خود را شرح دهید. قاعدتاً این آزمون نمی تواند تست شخصیت باشد، زیرا هر پاسخی دلیل خودش را دارد. پیرزن در حال مرگ است. شما ابتدا او را باید نجات دهید. هرچند او خیلی پیر است و به هر حال خواهد مرد. شما باید پزشک را سوار کنید، زیرا قبلاً جان شما را نجات داده و این فرصتی است که می توانید جبران کنید، اما شاید هم بتوانید بعداً جبران کنید. شما باید شخص مورد علاقتان را سوار کنید، زیرا اگر این فرصت را از دست دهید ممکن است هرگز نتوانید مانند او را پیدا کنید. از بین 200 نفری که در این آزمون شرکت کردند، شخصی که استخدام شد دلیلی برای پاسخ خود نداد. او نوشته بود: سوئیچ ماشین را به پزشک می دهم تا پیرزن را به بیمارستان برساند و خودم به همراه همسر رویاهایم منتظر اتوبوس می مانیم. اگر ثروتمند شوید چه کار می کنید؟ صفحه 126. به فرانسیس گارگو، نویسنده معاصر فرانسوی، یکی از دوستان تاجرش گفت: شما اگر این تابلوهای نقاشی را که دارید بفروشید ثروتمند می شوید. گارگو جواب داد: ولی اگر ثروتمند شوم فوراً همه پولهایم را می دهم و این تابلوها را دوباره می خرم. درون گیومه، مجله سخن. زندگی به همین سادگی است. صفحه 127. سالها پیش جوانی در سن 17 سالگی قهرمان تنیس جهان شد. سال بعد در همان دوره‌های ابتدایی مسابقه باخت. روزنامه نگاران با ناراحتی به او حمله کرده و شروع کردند به پرسیدن سوالهایی مثل چرا باخته است، احساسش چه بود و چند نقطه. قهرمان خون سرد و خردمندانه، آن هم در اوایل 18 سالگی، به زیبایی پاسخ داد: دوستان، این فقط یک مسابقه تنیس بود. هیچ کس تا به حال در زمین تنیس نمرده است. من باختم و تنیس باز بهتری برنده شد. به همین سادگی. ایراد گرفتن کار ساده ای است. صفحه 127. بنا به درخواست پادشاه، نقاشی در مدت 6 روز تصویر پادشاه را نقاشی کرد. پادشاه از 8 تن از بزرگان دربار خواست تا نظرشان را درباره آن نقاشی بیان کنند. هر یک از آنها هر جای نقاشی را که فکر می کردند اشکال دارد نقطه‌ای می گذاشتند. پادشاه از نقاش خواست تا پاسخگو باشد. نقاش فکر کرد و 8 بوم نقاشی را برای بزرگان دربار سفارش داد و از آنها خواست که خود تصویر پادشاه را نقاشی کنند. هیچ کدام پیش نیامدند. پادشاه در حالی که سرش را پایین انداخته بود با قرولند گفت: درون گیومه، نقطه گذاران. نتیجه اخلاقی: از کار دیگران ایراد گرفتن کار ساده ای است، ولی انجام دادن همان کار مشکل است. آسایش و راحتی و احساس خوشبختی را در همین حوالی جستجو کنید. مردی هر غروب جمعه از یک مغازه برای همسرش گل می خرید. یک بار از گل فروش پیر پرسید: آقا، مغازه خوبی دارید، چرا شعبه باز نمی کنید؟ گل فروش: آقا، بعدش چی؟ مرد: پس از آن چندین شعبه در شهر خواهید داشت. گل فروش: آقا، بعدش چی؟ مرد: سپس در سراسر کشور.
گلفروش: آقا بعدش چی؟ مرد با عصبانیت: پس از آن راحت و خوشحال خواهی بود. گلفروش: این چیزی است که الان هستم. مرد با شرمندگی از آنجا رفت. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید.